کوچیک زدم اینو ای بی نه دیگه دستمون ترازو نیست قدیما چشمونم در خب اینم از اینا تو یخچال بعد یک و نیم ساعت در آوردم و به به میریم سراغ کل لقمه مشتی تهرون. آقا نون میخوایم، نون لواش، اینا رو با بدبختی پیدا کردم و نیم ساعت رانندگی کردم. یک وجب به این صورت در یک وجبم این ورش نونا رو به این شکل میبریم هر چند تا که میخوای. گوشت مخلوط دارم من 492 گرم، یعنی همون 500 گرم شما حساب بکنید برای 400 و برای 500 گرم، حالا من میزانشو میگم، نیاز به 6.5 گرم نمک داریم. این از این نمک رو اضافه میکنم. حالی خب این از نمکمون، نمکمون رو اضافه کردم بهش و میام سراغ فلفل سیاه. برای 500 گرم من نیاز به 1.5 گرم فلفل سیاه دارم، اما برای 1 کیلو 2.5 گرم بزنیم. یک و اینم از فلفل سیاه. آنیون پودر یا پودر پیاز که میتونید از فروشگاه ترکیه ای هم تهیه بکنید. ببینید چه پودر پیاز درجه یکیه. اینم نیاز به برای نیم کیلو 1.5 قاشق پودر پیاز داریم. حالا پاپریکا میزنیم برای اینکه طعمش بالانس بشه. پاپریکا پادرم نصف قاشق، یعنی حالا یه قاشق چایخوری، اونم اسموک پاپریکا باشه که مزش عالی میشه. حالا یه تندی ریزم میخوایم برای هر 1 کیلو انقدر بزنید. حالا من اینو برای نیم کیلو زدم، یه مقدار تند و تیزترش میکنم، نوک قاشق بس گفتم. این از این. حالا به مرحله میرسیم که این گوشت باید حسابی ورزش بدیم. اینو باید اونقدر ورزش بدیم به این شکل که همه بافت گوشت به یه شکل در بیاد تا مرحله بعد پیازم بهش اضافه کنیم. اما در رابطه با گوشت مخلوط گوساله و گوسفند باشه، زیادم پرچرب نگیرید که بوی دنبه بده، بوی زهم بده و دیگه اون بو رو نتونید کار کنید. حالا میرم به اندازه 3-4 دقیقه ماساژش میدم و به اندازه ترکیب کردم که خورد هم دیگه رفت. میام سراغ پیاز. پیاز به میزان برای هر 1 کیلو نیاز به 250 گرم پیاز داریم. من نیم کیلو دارم، باید بشه 125 گرم، اما من 150 گرم میخوام استفاده کنم. شما هر چی دوست داشتید بزنید. ولی 150 گرم میزنم، آب پیازم میگیرم. منظور از 150 گرم پیاز آب گرفته است. بریم با همین دنده. چرا حالا نمیذارم تو دستگاه؟ دوست دارم که پیاز داخلش حس بشه و انسجام گوشت رو ازش بگیره. پیاز هم با دست فشار میدیم آبش خارج میشه به این شکل. این از این شد 50 تا و اینم آب پیاز رو بگیرم. این شد 115 گرم و 115 گرمش یه مشت انقدری میشه. حالا یه تیکه دیگه پیاز رنده میکنم و بهش اضافه میکنم. خب این از این پیاز رو بهش اضافه کردم. اونقدری باید اینو ماساژ بدید که دیگه این پیازایی که رنده شده رو نبینیم. تو دستگاه هم نزنید، چرخ هم نکنید، کباب کوبیده نمیخوایم درست بکنیم. این پیازا بهش کمک میکنه که هم خوشمزه تر بشه و هم انسجام گوشت گرفته بشه. بعضیا میگن گوشت پرچرب، ولی وقتی که یه لقمه خوشمزه میخوای بخوری باید گوشت احساس بکنی نه چربی. سعی کنید چربیش همون 30% چربی باشه، بهترین گوشت برای هر نوع کباب لقمه است. این از این. حالا میریم برای قالب زدن و بعد میذاریمش داخل یخچال. گوشتو میذارم توی کیسه فریزر به این شکل برای اینکه قالب بزنمش. حالا کاری که میکنم کیسه رو پارش میکنم. ما نیاز به لایه زیری کیسه داریم و دیگه با باقیش کاری نداریم. خب این از این. ضخامتش هم تقریبا همشون به یه اندازه شده. با دست میتونید لقمه کنید، ولی من میگم اینجوری بزنید
یه اندازه و یه شکل در بیاد خیلی بهتره. اگه قالب هم باشه که آدم تو قالب میزنه و یه دست و تکمیل در میاد. این از این. حالا میام برای قالب زدن. دو انگوش فکر میکنم کافیه. این از این. یه دو انگشتی دیگه. آخریه دیگه ریز در اومد ولی عیبی نداره. اینو بر میدارم و اگه اضافی اومد اینو با دست لغمش میکنم. این کاری نداره. خب این از این و حالا ما شروع میکنیم. اینم سه انگشت از اینجا میگیریم. کوچیک زدم اینو عیبی نداره. دیگه دستمون ترازو مرازو نیست و قدیما چشمونم درازو بود. خب این از این. اما اینا رو الان نمیتونیم استفاده کنیم که اینا رو. کاری که میکنم اینه که میذارم تو یخچال به مدت یک ساعت و نیم میمونه و تا خودشو بگیره و برگرده. گوشتو گذاشتم تو یخچال. میریم سراغ پیاز جعفری. برای پیاز جعفری شروع میکنیم پیازا رو به صورت رشته های باریک بریدم. این پیازامون و جعفری هم که دارم میگه. البته به اندازه ساندویجاتون پیاز جعفری تو ساندویج هم زیاد نزنید، چون اگه زیاد بزنید طعم پیاز جعفری غالب میشه و دیگه خوشمزه نمیشه. برم سراغ این گلدونه. به این صدا هم زیاد توجه نکنید. اینم از جعفریمون. حالا اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، اما به صورتی که فشار بهش بیاریم پیازامون له بشه، یه مقداری اشکش در بیاد. یه پیاز جعفری مشتی. حالا دیگه میریم برای گوشتام. خب اینم از اینا تو یخچال بعد یک و نیم ساعت در آوردم و به این شکل برش میگردونم داخل گریل. خودشو گرفت یه کوچولو هم ضربه میزنیم که کاملا لقمه ها از هم دیگه باز شد. فقط حتما بذارید که خنک بشه. من روغن زیادی هم استفاده نمی کنم، از اسپری روغن استفاده می کنم. شما اگه دوست داشتید روغن هم بیشتر بزنید میتونید. اینم از این و میریم برای برگردوندنشون. لقمه های مشتی خوشمزه و آبجان. دیگه مرحله بعد میریم برای دیگه رول کردن. چپا رو بریم اینجا رو بیار جلو. ببین آبدار مشتی میبینید اینا، این آبدار و مشتی و خوشمزه. پیاز جعفری رو میریم بغلش. یه ذره پیاز جعفری فقط زیاد نزنید که مزه غالب بشه. نونم میکشید عقب، یه ردیف اینجا تا میکنید یه ردیف اینجا، اما با رولا دیگه فرق میکنه. برش میگردونید به اینجا که رسیدیم. نگاه کنید، فقط دقت کنید. اینو برمیگردونیم اینجا به صورت هشتی، اینم برمیگرده اینجا به صورت هشتی، بعد میشه یه لقمه مشتی. خب میام اینجا برای رول کردنش یک و دو تا دونه لقمه مشتی میذاریم. پیاز جعفری زیاد نه. خب میام اینا بغل، نگاه کنید، میتونیم اینو بیاریم عقب‌تر اصلا ساده تر بشه. اینو میاریم عقب‌تر، اینو برمیگردونیم اینور، اینم برمیگردونیم اینور، دستامون کمک میگیریم تا اینجا نیم دور رو میزنیم. حالا نیم دور رو که زدیم اینو به صورت هشتی تاش میکنیم. به این صورت از اینجا نگاه کنید قشنگ، اینم وله میکنیم، اینم میاد اینجا و رول میشه به این شکل میاد پایین. به این میگن یه لقمه یه هشتی مشتی. این از این میره کنار، اما یه دو دقیقه که بمونه حالت میگیره. میرم باقیش رو رول کنم و برگردم.
مادرم ترکا میدونید به این چی میگن؟ آها بریم بگم که خاطره براتون زنده بشه. اونی که چاقه دوست داره لاغر بشه، اونی که کچله دوست داره مو در بیاره، اونی که کوتاه دوست داره بلند بشه، هیچ کی از جایگاه خودش راضی نیستش، اما وقتی که به اون آرامش برسی همه چیزو تو زندگیت زیبا میبینی. بچه بودیم مادرم یه چیزی درست میکرد اینن همین از این یه ذره کلوفتیش بیشتر مثلا اینقدر، بعد بهش ما میگفتیم بله، ترکا میگفتن بله، بچه تهرون میگفتن کله قاضی. بعد مادر من، ما اصلا بالا شهر درس میخوندیم، از جنوب شهر بلند میشدیم میرفتیم بالا، بعد مادرم یه ذره مثلا پنیر رو، البته پنیر رو قدیما آن یادته، پنیر رو اینجوری میکرد، بعد با انگشت اینجوری میکشید تا اینجاها میومد. این خانم هم میخنده، پنیر رو اینجوری به خدا یام اینجوری میکردم میکشید، بعد آره با شست آفر اینجوری میکرد. اینم بعد میگونم ما بله نه از همه تو عرصه ما ساندویج میخورن. بعد آقا تو مدرسه بچه همه بچه پولدار بودن، بعد یه رفیق داشتم امیر، گفت جواد این چی؟ گفتم بله. گفت بله چی؟ ببینم خورد. گفت آقا من ساندویچ خریدم، من ساندویچ من عوض میکنی؟ گفتم من فردا من برات بله میارم، تو هم ساندویچات بده. آقا یه سال کارمون این بود، ما بله ها رو میدادیم به این ساندویچ میگرفتیم، اما دلم تنگ شده برای همون بله ها. آقا فلافل میخوردیم شاد بودیم، حالا استیک هم میخوریم هپی نیستیم از زندگی. دم همتون گرم، دلم ایرانه دیگه، لاکرده بعضی وقتا دلتنگ ایران میشم. آقا دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. یادتون نره داره کانالمون 200,000 نفره میشه، کانال خودتون، کانال منم نیست، شماهایید، ما که بابا کنار وایسادیم. به هر حال کمک کنید زودتر 200,000 نفره بشه. لینک خرید چاقورم همین پایین براتون گذاشتم، اگه هنوز تهیه نکردی تهیه کنید. یه بسته زعفرون هم صداشو در نیارید باش میاد. دمتون گرم، خدا یارو نگهدارتون.